واشنگتن پست: دولت اوباما نباید رفتار و سیاست مسموم و زهرآگین مالکی را نادیده بگیرد. مالکی این هشدار که یک دستور کار فرقه‌ای و دیکتاتوری را دنبال کرده نادیده گرفته است. همزمان با دیدار باراک اوباما با مالکی در کاخ سفید، واشنگتن پست در سرمقاله خود که نتیجه بحث و نظر در میان اعضای هیئت سردبیری این روزنامه را به عنوان یک نهاد نمایندگی می کند، با انتقاد به سیاست دولت اوباما نوشت: مالکی این هشدار که یک دستور کار فرقه‌ای و دیکتاتوری را دنبال کرده نادیده گرفته و مقامات آمریکا از دولت جدید او بعد از انتخابات 2010 حمایت کردند. این وضعیت به این دلیل است که رئیس جمهور اوباما و دستیارانش روی بیرون کشیدن تمام نیروها از عراق تا پایان 2011 متمرکز بودند و آینده نظم سیاسی شکننده عراق که به قیمت هنگفت جان و پول آمریکایی‌ها به دست آمده بود در درجه دوم قرار گرفت. مالکی در این آشفتگی عراق مسئولیت دارد، چرا که او جوامع سنی و کردی را تحت تعقیب قرار داده است و نهادها مانند مجلس و دادگاه‌ها را تضعیف کرده و برای قطبی کردن و ایجاد تفرقه سیاسی در کشورش کار زیادی کرده است. حالا مالکی بعد از 2 سال از واشنگتن دیدار می‌کند و خواستار افزایش همیاری امنیتی آمریکا شده و دوباره به نظر می‌رسد دولت اوباما مایل است رفتار و سیاست مسموم و زهرآگین مالکی را نادیده بگیرد. اما فراهم کردن قدرت هوایی برای مالکی ممکن است وضعیت را بدتر کند. مالکی پیشاپیش نیروهای امنیتی خود را برای حمله به یک محل چادر متحسنین سنی در سال جاری اعزام کرد تا آنها را مورد حمله قرار بدهند. چه تضمینی دارد که عراقی ها از قدرت هوایی علیه شهروندان سنی استفاده نکنند؟ کمک اضافی آمریکا به دولت مالکی بعد از یک تغییر عمده در سمت و سوی سیاسی عراق باید باشد. مالکی باید به وعده‌هایی که در توافق‌ها با رهبران سنی و کرد داده عمل کند. وی باید تضمین بدهد که انتخاباتی که قرار است سال آینده برگزار شود آزاد و منصفانه باشد. آنطور که به نظر می‌رسد مالکی امیدوار است این دیدارش با اوباما و تعهد بیشتر برای کمک به عراق موجب شود او یک دور دیگر بر سر کار بماند. اما مالکی شایسته چنین تاییدی نیست. تلویزیون یورو نیوز، 1 نوامبر 2013، 10 آبان 92. در واشنگتن تظاهراتی علیه مالکی برگزار شد. نوری مالکی به خاطر حذف کردها در شمال و سنی ها و اقلیت ها مورد انتقاد قرار گرفته است. سناتورهای آمریکایی نیز یک نامه سرگشاده به اوباما نوشتند و در آن تاکید کردند که نوری مالکی عراق را به دوران جنگ داخلی کشانده است. Outside in Washington, there were protests against al-Maliki. He's been criticized for not including Sunni and Kurdish minorities in the government.